Iran is an island of stability. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. سلام به همه شما بینندگان عزیز. آخرین قسمت مستندی درباره شاه را می بینید به اسم برجام یک دیکتاتور. از شهریور 1320 و روی کار اومدن شاه شروع کردیم. بعد نگاهی کردیم به 5 دوره سلطنت اون و چگونگی تبدیل یک پادشاه ظاهراً مشروطه به یک شاه واقعاً دیکتاتور و ضد مشروطه. بعد نگاهی کردیم به برنامه اصلاحات ارضی شاه و علل و پیامدهاش از دریچه کتاب‌های خود شاه. همینطور نگاهی کردیم به دخالت‌های نظامی شاه در دیگر کشورها از خلال اسناد خودش و دوستانش. برخی شباهت‌های شاه و شیخ رو هم در این مسیر دیدیم و مرور کردیم. از پنجره مذاکرات مجلس شاه نظری انداختیم به ضدیت شاه با هر گونه بازار ملی و سرمایه و تولید ملی. حالا در این شماره نگاهی می‌کنیم به آخرین دستاورد دیکتاتوری شاه. آخرین و مهمترین دستاورد شاه. شاه در تمامی دوران دیکتاتوری خود اجازه سازمانیابی آزاد، مستقل و داوطلبانه اجتماعی به هیچ گروه اجتماعی یا هیچ قشر و طبقه‌ای نداد مگر به آخوندها. به همین علت ایران در حالی که دهه‌ها پس از انقلاب مشروطه از نظر سیاسی و فعالیت اجتماعی احزاب مدرن به یک برهوت سیاسی شبیه بود، ناگهان در بزنگاه بزرگترین جنبش تاریخی خود پس از انقلاب مشروطه با اختاپوس هفت پای آخوندها روبرو شد که به یگان گروه یا نهاد اجتماعی ایران که در دوران دیکتاتوری پهلوی اجازه بقا پیدا کرده بود به سرعت برق و باد حاصل سالها مبارزات انقلابی جوانان مترقی مملکت به ویژه مجاهدین و فدایی ها را مصادره کرد. شاه فقط دشمن ارگان های مردم نهاد نبود. شاه پاکترین و آگاهترین جوانان مبارز ایرانی رو هم به ویژه در آخرین دهه حکومتش قتل عام کرد و میدون سیاست رو کلن برای ظهور سیاسی قدرتمند و بیرقیب آخونده آماده کرد. There are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists. But a long time ago, yes. Tie the hands and feet. And there would be some sort of a hood that would be placed on their head, such that whenever they would scream, it would echo. درباره تکذبی کردن ایران به اندازه کافی صحبت شده. درباره ممنوعیت تأسیس و فعالیت سندیکاها و کلن انجمنهای غیر دولتی و نهادهای مستقل مردمی در دوران شاه و پدرش هم کم گفته نشده. ولی در مورد یک استثناء توی این زمینه شاید کم صحبت شده باشه. خیلی خیلی کم. و اونم نهاد روحانیته. با حوزه ها و تشکیلات سراسری آخوندا. شاه و پدرش
به هیچ سازمان غیر دولتی یا به قول امروزی ها به هیچ NGO یا سازمان مردم نهادی اجازه پا گرفتن نداد، به جز یکی، فقط یکی، اونم نهاد روحانیت بود با حوزه ها و شبکه مساجدش. بی اقراق تنها نهاد عمدتاً غیر دولتی که میشه در ایران زمان شاه اسبرد همین نهاده، یعنی نهاد روحانیت و حوزه ها و شبکه سراسری مساجدی که مستقیماً به حوزه ها وصل هستن. وقتی میگم نهاد روحانیت یعنی یک مجموعه اساساً غیر دولتی. البته قبل از روی کار آمدن آخونده رو دارم میگم، الان که روحانیت خودش منحصراً دولته، اما قبل از انقلاب نهاد روحانیت عمدتاً یک نهاد غیر دولتی بود، گرچه همون موقع هم استثناهایی وجود داشت. گرچه امروزه اکثریت قریب به اتفاق روحانیون حکومتی و مواجب بگیر دولت هستند، اما قبل از انقلاب 57 تنها بخشی از روحانیون دولتی بودند. به عنوان نمونه مسجد سپهسالار تهران و حوزه علمیه آن تماماً دولتی بود. به جز مجموعه سپهسالار تنها چند مورد مشابه دیگر وجود داشت، اما اکثریت با آخوندها و حوزه هایی بودند که غیر دولتی بوده یا کمک های خیلی کمی از دولت می گرفتند. نهاد روحانیت در دورانی که صحبتش رو میکنیم در واقع قابل تشبیه به یک مجمع الجزایره که هر جزیره نقطه مرکزیش یک مجتهد یا یک مرجع تقلیده. مجتهد و مرجعی که یک حوزه داره و هر حوزه هم شبکه‌ای از مساجد و مدیریت میکنه. مجتهد یا مرجع تقلید مربوطه مسائل مالیشو یعنی بودجهشو از خمس و زکاتی که بهش میدن تامین میکنه. نگاهی به ساز و کار حوزه های علمیه. حوزه به اصطلاح علمیه یا طلبه خانه اساساً یک مدرسه شبانه روزی است که طلبه های آن به طور شبانه روزی و به مدت چندین سال پانسیون هستند. آنها فقط دروس خاص خود را می خوانند و مطلقاً کار نمی کنند. طلبه ها هزینه مسکن و خورد و خوراک و پوشاک و کلن هزینه زندگی خود را از همان مجتهد یا مرجعی که صاحب حوزه است تحت عنوان شهریه عربی ماهانه است می گیرند و از نظر مالی تماماً وابسته به او هستند. کتب درسی رسمی و اصلی حوزه ها هم عموماً کتاب‌های نوشته شده در قرن‌ها پیش یا حداقل 100 سال اخیر هستند. طلبه‌ها یک سری درس‌های مشخص آخوندی می‌خوانند و سلسله مراتب خاص خود را دارند. شاید بتوان گفت این نهاد به نوعی سازوکار فرقه‌ای دارد. هر مجتهد یا مرجعی بسته به شهرتش مقلدینی در نقاط مختلف کشور داشت. این همون پایگاه اجتماعی هر مرجعی بود که با مراجع دیگه بر سر گسترش اون رقابت داشت. شبکه آخوندی در دوران پهلوی به علت اتحاد تاریخی و طبقاتی بین شاه و شیخ هرگز به زیر تیغ قلع و قمع دیکتاتوری سلطنتی نرفت. پایگاه طبقاتی که این شبکه از آن ارتزاق می کرد قبل از تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران اساساً فئودالیسم بود و عمدتاً زمینداران بزرگ آن را تأمین مالی می کردند. بعد از تغییر بافت هیئت حاکمه ایران از بورژوا ملاک به بورژوازی وابسته، این طبقه اساساً از جانب اقشار بالای خرد بورژوازی سنتی تأمین مالی می شد. این شبکه شیوه های سنتی آخوندی برای سازمان دادن اجتماعی و دریافت منابع اقتصادی مورد نیاز خود را در دوران دیکتاتوری سلطنتی کماکان حفظ کرد، به این ترتیب که مقلدین هر مرجع در محله شهر و روستایشان با برخورداری از حمایت مالی طبقاتی که به آنها وابسته بودند مسجد درست می کردند. سپس
از مجتهد یا مرجع مورد نظر خود درخواست اعزام پیش نماز و ملا می کنند و اونیز یکی از طلبه هایش را به آن مسجد در آن شهر یا روستا اعزام می کرد. اهالی مسئله مسکن آن ملا را حل می کردند، ضمن اینکه ملای اعزام شده به آن مسجد برای روزه و مجلس ختم و عقد و طلاق هم دست مزد می گرفت. در واقع این شبکه با وجوهات و با خمس و زکاتی که از حامیان خود دریافت می کند، تمامی لایه‌های این زنجیره از ملا تا مرجع یا مجتهدی که وی را فرستاده تغذیه مالی می کند. ملاحظه می کنید که این یک ارگان کامله که هم از نظر طبقاتی، هم از نظر مالی و هم از نظر آموزشی و هم از نظر تربیت کادر اساساً مستقل از دولت بوده. البته الان تماماً دولتیه و به قول معروف خودکفاست. و اگه بخوایم در دوران دیکتاتوری سلطنتی این نهادو با هر انجمن، حزب یا نهاد مدنی دیگه‌ای که دیکتاتوری اجازه تنفس مالی و اجتماعی به اون داده بود مقایسه کنیم، می‌بینیم نهاد روحانیت به مراتب بیشتر از هر نهاد دیگه‌ای مورد التاف ملوکانه قرار داشت. به ویژه توی مملکتی که احزاب مخالف اساساً اجازه فعالیت ندارن و فرضاً شاه ممنوعشون کرده. نهاد حوزه یک تشکیلات کاملاً سانتریستی یا مرکز نهاد است که تماماً از بالا به پایین مدیریت می شود. حوزه مطلقاً چیزی به اسم کنگره و انتخابات درونی و امثال هم ندارد. مجتهد یا مرجع صاحب حوزه که عموماً سازنده و بنیانگذار آن است، هنگامی که فوت کرد، معمولاً پسر بزرگش یا سرشناس‌ترین شاگردش جانشینش می‌شود و کار مدیریت حوزه و موقوفات آن را ادامه می‌دهد. طبعاً در مقطع مرگ رئیس حوزه، گاهی اوقات انشعاب‌هایی هم بین وارثین اون صورت می‌گیره که در شرایطی می‌تونه به تضعیف حوزه و موقوفات و شبکه مساجدش منتهی بشه. مناطق نفوذ هر مجتهد و مرجعی مرز جغرافیایی مشخصی ندارد. در بسیاری موارد ممکن است که مناطق نفوذ مجتهدین یا مراجع صاحب حوزه به شدت متداخل باشد. اینها با هم دیگر رقابت سخت و سنگین و گاه خونی داشته و همکنون نیز تا حدی همان فرهنگ رقابت برای ازدیاد مرید و پیرو برقرار است. اما باید تأکید کرد که حوزه ها مانند دیگر نهادهای اجتماعی عمر مشخصی ندارند، چرا که وابسته به مذهب هستند. در نتیجه در کوران تحولات سیاسی و اجتماعی آسیب جدی نمی بینند و کار خود را که عمدتاً مسائل شخصی است ادامه می دهند. فقط الانه که چون آخوندها حکومت خودشونو به طور انحصاری دست گرفتن، طبعاً سرنوشتشون بسته به سرنوشت کل نظام. نکته مهمی که منظور ما بود از بیان همه این نکات این بود که شاه همچین نهادی رو بالکل ندیده گرفت و میدون رو در اختیار خود آخوندا گذاشت و متقابلن سایر نهادهای اجتماعی و مدنی رو به شدت سرکوب کرد. نتیجه اتحاد تاریخی شیخ و شاه در مقابل جنبش آزادیخانه مردم ایران همونی شد که در انقلاب 57 دیدیم. درست در جایی که مردم ایران به احزاب ملی و سازمانهای پیشتاز و مترقی خودشون نیاز داشتن، آخوندا و شبکه مساجدشون وارد شدن و انقلاب رو قبضه کردن، در حالی که تا 17 شهریور اصلا نه اسمی از آخوند بود و نه اسمی از خمینی وسط بود. و اصلا شاید در کشور ما در سال 1356-57 شاید 1-2% امام رو به نام میشناختن. از قضایای سال 56 به بعد بود که حضرت امام هی کم کم شناخته شد و 17 شهریور هنوز از امام در نجفه، اینو یادمون باشه. یعنی هنوز
خیلی از اینا حتی امام رو قبول ندارن، مثل سازمان مجاهدین خلق. اینها در زندان هم اونایشون که بودن در سال 57 که بودن، اینا اصلا امام رو قبول نداشتن و اصلا معتقد بودن این حرکتی که الان داره میشه حرکت ارتجاییه. تفسیراشون بود، الان خیلی هم چاپ شده، خیلی از اینا در اومده. مردم همه اینا رو قهرمان میدیدن. تنها جریانات سیاسی و حزبی که تونستن بعد از 15 خرداد سال 42 در عرصه مبارزات اجتماعی حضور پیدا کنند، جریان مبارزه مسلحانه بود. اون هم به صورت مخفیانه و با اتکا به سلاح خودشون و به قیمت خونشون. جریانی که خلاصه می شد در مجاهدین و فدایی ها و سایر گروه هایی که به نوعی پیرامون این دو جریان اصلی شکل گرفته بودند. متاسفانه این دو سازمان هم در سال 54 ضربات جدی خوردند. مجاهدین از ساواک و اپورتونیست های خائن و فدایی هم از ساواک. جریان مبارزه مسلحانه گرچه که اسطوره شکست ناپذیری شاه و ساواک را در هم شکست و موتور انقلابی جامعه را روشن کرد و موج انقلاب را به راه انداخت، اما در کوران آن مبارزه سهمگین دچار ضرباتی کمرشکن شده و رهبرانشان یا به شهادت رسیده یا به اسارت ساواک در آمدند. در نتیجه در مقطع انقلاب 57 رهبران واقعی مبارزه با دیکتاتوری شاه یا کشته شده بودند یا در زندان بودند و ناشناخته. به همین علت خمینی توانست با کمک استعمار و با تکیه به همان نهاد روحانیت و همان آخوندهای به قول خودش درباری و شبکه مساجدشان رهبری انقلاب را مصادره کند. آخرین و مهمترین دستاورد شاه هم همین بود: کشتار و شکنجه و زندانی کردن مجاهدین و فدایی ها و میدون دادن به آخوندهای مرتجع و دین فروشی که از قدیم الایام از حمایت های دربار برخوردار بودند. عزیز و ارجمند تلویزیون ملی ایران و شنوندگان گرامی رادیو ایران، اینجا صراط حد فاصل فرودگاه مهرآباد و میدان شهیاد آریامهر است. همونطور که در گزارش قبلی خودم به اطلاع شما رسوندم، در این محل در برابر باشگاه هواپیمایی ملی ایران 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور از تمام استانها و فرمانداری‌های کل به تهران آمدند اجتماع نمودند تا از جانب خود و جامعه روحانیت مقدم شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و اندیشمند ایران زمین را گرامی بدارند. هدیه آنها به پیشگاه رهبر ملت ایران یک جلد کلام الله مجید و سخنشان سپاس است. در این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، اتومبیل حامل شاهنشاه آریامهر به مقابل باشگاه هواپیمایی ملی ایران رسید، از توقف باز ایستاد. شاهنشاه با تکان دادن دست به ابراز احساسات نمایندگان علما و روحانیون ایران پاسخ می‌دهد. نکته‌ای رو که باید یادآوری کنم این است که این اجتماع، یعنی تجمع بیش از 3000 نفر از نمایندگان علما و روحانیون سراسر کشور به منظور استقبال و شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تا کنون به این صورت سابقه ندارد. در مقابل خدمات ارزنده و گرانقدر و ارزشمند همجانبه ذات اقدس شاهنشاه آریامهر ارواح نافدا، سر تعظیم و تسلیم در این مقام مقدس فرود می آوریم. اگر بخواهم در این اندک زمان کلیه خدمات شاهنشاه را به ملک و ملت و روحانیت و دین و
قرآن عرضه بدارم، زبانم از توصیف و گفتارم از تعریف عاجز است. باید دست تمنا به جانب سعدی دراز کنم که میگوید از دست و زبان کی برآید که از عهده شکرت شاهنشاها به در آید. یه نکته رو هم نباید از نظر دور داشت و اون این که گرچه زمین سازی روی کار آمدن خمینی رو شاه انجام داده بود، اما با اوجگیری انقلاب 57 قدرت‌های استعماری هم وارد شدن و کار رو تکمیل کردن و در غیاب رهبران واقعی مبارزه و انقلاب خمینی رو به کرسی نشوندن. حالا جالبه که خمینی پشت سر هم تکرار میکرد که روی کار آمدنش کار خدا بود. هر چی بود با اراده خدا بود. ما هیچ بنا نداشتیم که به پاریس بریم. حالا از فرودگاه شارل دوگل و دیگر فرودگاه ها نوارهای ضبط شده امام به راحتی وارد ایران می شد. و اینطور نیست که اون مطلبی که مردم را متوجه به ما کرده است امور خارجی باشه. هر چی بود با اراده خدا بود. و گاهی خبرگزاری های امریکا می آمدن اینجا و ما صحبت می کردیم و به من می گفتن که این در تمام امریکا و این مقداری هم در خارج امریکا پخش می شد. هرچی بود با اراده خدا. البته دولت فرانسه با ما محبت کردیم. 450 مصاحبه و دیدار تلویزیونی با امام برقرار شد در مدتی که او در فرانسه بود، یعنی در روز 5 مصاحبه. ایشون میدونستن که چه میکنن و در تهران چه چیزی در انتظار ماست. هر چی بود با اراده خدا. هر چی بود با اراده خدا. اون زد و بند استعماری البته چیزی نبود که حتی نزدیکان خمینی هم بتونن انکارش بکنن. میان تشکیک میکنن، مثلا میگن حالا از کجا معلوم که مردمی که اون روزا تو خیابون بودن همین حرف امامو داشتن میزدن. چون واقعا شما الان میتونید تو همین آرشیو صدا و سیما تظاهراتی رو پیدا بکنید، تو همون قیام مردم در عاشورای سال 57 تا سوهای 57 یا در راهپیمایی های دیگه هستن، چریک های فدای خلق تابلوشون بالاست، مجاهدین خلق تابلوشون بالاست، تصاویر مثلا کشته شدگانشون در دورهای گذشته هست، شعارهای اونها هست. خب اینا میتونستن یه روزی بیان اینا رو علم بکنن، بگن که به استناد این تاریخ مکتوب انقلاب رو دزدیدن بردن یه جای دیگه، دزدیدن بردن یه جای دیگه. خب برگردیم به بحث خودمون و بزرگترین دستاورد شاه که در واقع حاصل یک کار دراز مدت شاهانه بود و نه کار خدا. چگونه دیکتاتوری سلطنتی راه ارتجاع مذهبی را باز کرد؟ رضا شاه با آوردن آخوند خایری یزدی به قم به وی کمک کرد تا حوزه آخوندی قم به عنوان یک قطب قدرت مذهبی در کشور جا بیفتد. محمد رضا شاه نیز تسهیلات و امکاناتی ایجاد کرد که طبق آمار در سالهای دهه 60 و 70 میلادی شمار طلبه های ایران به طرز بی سابقه ای افزایش یافت. طبعا حساب طلبه های فقیری که هرگز از امکانات دولتی استفاده نکردند جداست، اما نگاهی به دم و دستگاه عریض و طویل حوزه داران نشون میده که تنها در زیر سایه و الطاف حکومتی میشد چنان شبکه عریض و طویلی رو جلوی چشم ساواک ایجاد کرد، اونم درست در جایی که شاه اجازه حتی تشکیل یک انجیوی ساده رو به کسی نمیداد. پدیده‌ای که این وسط نباید ندیده گرفت مقوله آخوند درباریه که اون سالها ورد زبون خمینی شده بود، اما درست در مقطع انقلاب ضد سلطنتی
حتی شخص خمینی با تکیه به همون شبکه فاسد آخوندهای درباری و عناصر باند خودش رهبری انقلاب رو در غیاب پیشاهنگان جنبش انقلابی که یا شهید شده بودند یا در شکنجهگاه‌های ساواک بودند به سرقت برد. ضروری هست که نگاهی کنیم به برخی کمک‌های ملوکانه به نهاد روحانیت، اون هم در جایی که جوانای مردم رو به خاطر یک برگ اطلاعیه زیر شکنجه می‌کشید و به زندان‌های درازمدت محکوم می‌کرد. معافیت طلبه‌ها از خدمت نظام وظیفه عمومی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی چه از سوی حوزه و چه از سوی دولت از مزایای شاهانه‌ای بود که به افزایش تعداد طلبه‌ها در دوران حاکمیت اختناق منجر شد. اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه در کتاب خاطراتش به اسم من و برادرم تعداد مساجد ایران در سال 1357 را تلویحاً 11,000 باب مسجد اعلام می کند. اشرف پهلوی کتاب من و برادرم چاپ تهران نشر علم تابستان 57 صفحه 337. آماری که آخوندها منتشر کرده اند نشان می دهد تعداد مساجد در سال 1356 حدود 30,000 باب مسجد بوده است. اشرف خواهر دوقلوی محمد رضا شاه در کتاب خاطراتش همچنین یادآور شده که برادرش تا آخرین سالهای سلطنتش به بسیاری آخوندها و طلبه ها حقوق ماهانه می داده است. این در حالی بود که دانشجویان مملکت گاه برای خرید یک جلد کتاب درسی در مضیقه قرار می گرفتند. بی سبب نبود که تعداد طلاب حوزه ها از سال 1340 تا سال 1354 یعنی طی 14 سال 300% افزایش یافت و از 6,000 نفر به 18,000 نفر رسید. عباس عبدی درآمدی بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی صفحه 116. از دیگر امتیازهایی که شاه به آخوندا داد این بود که اجازه داد تحصیلات آخوندی با یک امتحان توسط دانشگاه‌ها به رسمیت شناخته شد و شماری از طلاب اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو با همون مدارک آخوندی پیدا کنند. با چنین امتیازهایی بود که ایران ناگهان با یک رشد انفجاری در آمار آخوند، حوزه آخوندی، مسجد و طلبه روبرو شد. نهادی که در غیاب احزاب سیاسی عرفی در شرایط بحران انقلابی به قوی ترین تشکل سیاسی و حزبی در ایران تبدیل شد. به همین قیاس باید این آمار را هم یادآوری کرد که تعداد هیئت‌های مذهبی هم طی 9 سال تنها از سال 1344 به بعد آن هم فقط در تهران به عدد باور نکردنی 12,300 هیئت مذهبی ثبت شده رسید. عباس عبدی همان منبع صفحه 115. در همین رابطه با همدیگه گوش میکنیم به بخشی از سخنان خانم مریم رجوی در مراسم سی دی در سال 98، یعنی در سالگرد آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان‌های رژیم شاه. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کمپرادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کلی جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین، مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد.
اگر سرکوب جنبش های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتند و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. به نظر تمامی پژوهشگران تاریخ معاصر، آخرین پیام رادیو تلویزیون شاه به مردم ایران در آبان سال 1357 یکی از ارزشمندترین اسناد تاریخی وضعیت اجتماعی ایران در دوران سلطنت اونه. سندی که در شمار مهمترین اسناد دیکتاتوری سراسر فساد دوران حاکمیت محمد رضا شاه پهلوی در سینه تاریخ محفوظ خواهد بود. همون نواری که بعدها به نوار من صدای انقلاب شما رو شنیدم معروف شد. در اون نوار شاه خائن ضمن تایید اینکه حکومتش آکنده از ظلم و فساد و اختناق و فشار و سرکوب و فساد مالی و سیاسی و بیقانونی بوده اینطور گفت: ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. محمد رضا شاه در آخرین پیام مفصلش، گرچه که فقط به بخشی از جنایت و خیانت‌های حکومتش اعتراف کرد، اما اون موارد هر کدومشون در یک ظرف دموکراتیک میتونست یک نظام رو با رهبرش به دادگاه کشونده و سرنگون کنه. محمد رضا شاه خائن البته بسیار ظلم کرد و بسا خون ریخت و آخوندها بسا فراتر از اون مرزهای شقاوت و غارت رو در نوردیدند. اما اون چه که در پایان این مجموعه میشه گفت این هست که صحنه سیاسی و اجتماعی کنونی میهن ما برای هر ناظر بیطرفی این پیام رو داره که مردم و جوانان شورشی ایران عزم جذب کردند تا جمهوری مطلوبشون رو
بر ویرانه های به جا مونده از خیانت ها و جنایت های دو دیکتاتوری تماماً فاسد شاه و شیخ بنا کند. از اینکه با این مجموعه همراهی کردید خیلی خیلی از همتون سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی. ایران is an island of stability. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. امروز شانزده تابانی زندان زندان